سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم هر جا هستین خوش و سلامت باشین. رسیدیم به اپیزود 10 از باکترو و داستان بازی بلک میث ووکانگ چپتر 3 که دره اذیت میکنه دیگه. لول زیادی بزرگ شده، مپ نداریم. ای کاش، ای سازنده های عزیز، مپ طراحی میکردید. شما که به این بزرگی دارید میسازید یه نقشه یک فصل به این مهمی رو، خیلی سخته واقعا ترک کردن. ها، امیدوارم که توی این لول بتونیم وضعیتونو بهتر کنیم. توی کامنت ها هم میخوندم اشاره شده بودش به اینکه وپنی که من برداشتم، یکی از وپنایی که در واقع ساختم، کریتیکال چانس از بین میبرد. کاملا درست میگین، اشتباه از من بود. منی که این همه دارم میگم آقا من کریتیکال چانس میخوام، آیا امید دقت کن. مرسی از اینکه دارید با دقت میبینید. مو رو از ماس میکشید بیرون. یکی از چیزایی که واقعا من به شما افتخار میکنم سرش همینه، به خاطر اینکه شما صرفا ویدیو رو نمیبینید و صرفا تعریف نمیکنید. من تعریف الکی واقعا هیچ وقت دوست ندارم. اینکه نقدم میکنید، اینکه دقیقا بررسی میکنید چه چیزی درسته چه چیزی غلطه، امید فلان جا رو اشتباه گفتی، اینجا رو درست گفتی، اینا واقعا برای من با ارزشه و نشون میده که من باید بیشتر و بیشتر کار بکنم. و دمتون خیلی گرمه که انقدر محبت دارید به من و اینا رو با سعی صدر میگید و من هم باید بهش گوش بدم و بهش دقت بکنم. دمتون خیلی خیلی گرمه مثل همیشه با لایک و کامنتی که برای من میذارید و البته سابسکرایب کردن چنل، بیشتر کمک رو من میکنید. اگر هم بیشتر دوست داشتید میتونید از طریق درگاه ریمیت من که توی دسکریپشن ویدیو اومده میتونید از من بیشتر از قبل حمایت بکنید، که البته هیچ وقت چنین چیزی اجبار نیست و جنبه آپشنال داره. بریم ببینیم اپیزود 10 چه حرفایی واسه گفتن داره و قراره چند تا واسه توش درو بکنیم. با من همراه باشید. خیلی خب بچه، ما الان توی این منطقه هستیم. من یه نگاه بندازم بر اساس اینکه اون وپنی که ساخته بودم فکر کنم، آره دیگه، این کریتیکالیه رو سعی ردیفش کرده بودم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، الان دیگه قرار نیست سرم بلایی بیارید. ولی دمتون گرم، مرسی که اینقدر با دقت میگید. او یه چیزی الان یادم اومد، من داشتم صحبت میکردم با صادق و صادق یه چیزی برگشت گفت، گفت آقا، آقای محترم، شما یه کاری رو انجام نمیدی و اون چیه؟ و اونم اینه که بردار اینجا یه دونه از اینا بکش تا بتونیم بیچاره رو گرمش کنی. چرا گرمش نمی کنین؟ بدبخت رو گفتم ای راست میگی. خب آره آقا، بیا اینو بدون گرمش میکنی. خلاصه که بگم اینو بردارم بعد بیام پیش ایشون. این همون یارو هست که ما از دست اون موجودا نجاتش دادیم. خب بیا بیا بشین دادش، بیا بشین، بیا بشین. آره دادش بیا بشین و گرم شو. یه قرنش یخ بزنی دادش، برو حالش رو برابط. I heard that Buddha planted watermelons here hundreds of years ago. One bite grants prolonged life. Yet, when the cold bites all around, without your powerful spells, there's no way I can find it. آه میگه بودا به نظر مثل یه مدل حالت هندونه ای چیزی مثلا کاشته بوده که یه دونه گاز ازش میتونه عمر رو زیاد بکنه. Someone once saw a chubby boy jump from the cliff with a watermelon in his arms. He rushed to the edge of the cliff but saw no movement down there. Seemed like certain death. But suddenly, he heard the boy laughing from beneath, on and on. Bewildered, he fled from the cliff. میگه یه فرد مثلا که دیده بوده که یه بچه ای از این هندونه مثلا که استفاده کرده یا برشه بوده برده بود اتش با خودش، از صخره افتاده پایین، همه فکر هم مرده ولی صدای خندهش رو شنیدن، صدای خنده بچه هم. بازه هم مثلا لایه پرتگاهی باشه این چیزی که، خب این احتمالا پس سمت یه پرتگاهی چیزی باید بره.
این احتمالا سمت یه پرتگاهی چیزی احتمالا میره. پس خیلی خوب، من برم بشینم یه جا. اونم الیت نبود رفیقم اول فصل. پس پاره و پوره بشیم. خب از اون سمت بذار من ست اسپلزم رو اینجا دوباره بزنم، چون ایموبیلایز عزیز دل ما هست. خب و از طرفی بیام اینجا، این چی بود؟ آها این یاروه بود. این کیه؟ ها؟ آه این همون یارو هست که میخواست نامیرا بشه با اینا، اتانا همونه. خب ببینم که ببین اینجاها، این باز اوکی بود. از اینجا بازی یه مقداری باز شد، یعنی کنترل بازی اینجا از دستم در رفت و خیلی منطقه های بازی زیاد شدن و اینطور بودم چی داره میشه کمک. واسه همین اینجا رو باید چیز بکنم و اینکه اینم مثل اینکه میذاره من دوباره باهاش بعدن این ترکتی انجام بدم. این ترکت مثل اینکه این بعدن خواهد داشت، نمیدونم، حالا انشالله که خواهد داشت. خب بریم دوباره اینجا رو یه سری بزنیم. یارا اینجا میپرید بیرون یادم آینا ای بابا من که میدونستم تو دادی میاد یعنی چی. یه تا باید بیشتر دقت بکنم چیزی رو دیگه واقعا نباید از دست بدیم. خب ما اینجا ها رو اومدیم سری قبل آینه میشد را؟ فکرم پایین اصلا اومده بودم، چون دوتا از اینا هم که اینجا رو فکرم اصلا اومده بودم. آره بمیر بینم دیگه. چی؟ اونجا هم یه راه بود. این برم یه راهه. پوزخند نزن به منا. ای کاش واقعا یه مقداری با سلیقه تر می ساختن لولاشونو. ببینیم یکی از بچه ها توی کامنت ها برگشت و یه حرفی زده گفته بودش امید از در واقع بسته بودن لولا گلایه میکنه، از بزرگ بودن لولا هم گلایه میکنه. نه اینطوری نیست بچه ها، اینطوری نیستش. من ببینید یه وقتی هست، مثل میگم، من دارم را میرم بعد یه سری نقاطی هستن مثلا دیدین تو مپ محدودتون میکنم، بستست لوکیشنه بدون هیچ دلیلی، من از اون ایراد میگیرم. اینکه یک لول هم اینقدر بزرگ باشه و مپی براش در نظر نگرفته شده باشه هم شامل این ایراده میشه، یعنی ربطی اصلا نداره به این موضوع. باشه از قبلش من یه دیل بکنم بعدش اینو بردارم. این فکر کنم باسه. بله باسه. لگه تو دوستان شما های محترم اینم بگیم. واه چه اتکی خوب، اتکی زد.
هوش آرام باش. جا شدم ولی باش. بابا مگه چقدر تو خدا شد دستش بسته است و اینطوری میزنه. باش کنگ فو پاندا فیز دو داره. بله من دایره زدم ولی باش. بریزید سرش. بزنیدش. نمیبینم مورو. حالا وقتشی که این آقاری از ضربات هم تغذیه بکنه. برو خونتون، برو خونتون. بدی خیلی صحبت کردی، واقعا شکرم. خیلی مسلط. خیلی خب، پاور این هم گرفتیم. بچه توی چیزها اشاره کردیم که بابا امید اینقدر دوبودی چرا؟ یه مقدر پاورهای دیگه بازی استفاده بکن و اینا. درست میگید بچه، ولی بحث اینه که من چقدر مثلا اون افکت هایی که خود بازی هم داره میده من راحت دارم بازی میکنم. این چه میگم؟ یه وقتی هستش من اینطوری هم که آقا افکت جواب نیازم رو داره میده، برای چی چیزی بذارم که مثلا به دردم شاید نخوره؟ سر همین مثلا استفاده میکنم. این الان آلردی دیفنس داره به من داره میده و من خب دارید میبینیم مثلا آلردی خیلی من دمیج میخورم در طول بازی و همین خب میتونه خب خیلی بوستر خوبی برای من باشه دیگه. بحثم اینه. بگه نه بله شما کاملا دارین درست میگین. و اینکه بله بعد این موضوع رو هم آدم بهش دقت بکنه. خب این برام یه مسیره. فکر میکنم این مسیره رو بذارید قبلش از این سمتش مطمئن بشن. این فکر کنم بیس اصلیش فقط این باسه بود توی اینجا. این ساختمونه چی؟ آیا اتفاق خاصیه توی این ساختمون؟ فقط یه ساختمون بود؟ هیچی؟ خب این برای که خبری نیست. اگر هم محبت کنید که لایک و کامنت رو هم در نظر بگیرید که ازتون کلی ممنون میشم. همه این چیزا باعث میشه که کانال ما هی بزرگ و بزرگتر بشه و از اونجایی هم که کوچکترین هزینه این حرکت براتون نداره اما برای من بسیار بسیار مهمه ازتون خیلی ممنون میشم که انجامش بدین. دمتون خیلی گرمه. خب اینجا من بیا بقل همو از پاورام ولی خیلی راضیم. یعنی تا الان خیلی خوب دارم کریم میکنم. خب
یه نکته دیگه هم که بود در مورد اسپنس ها بود که در مورد اسپنس ها گفته بودیم که امید اون اسپنس چیز رو بگیرش حتما بابا کشتی ما رو با اون اسپنس میشه کارهای باحالی کرد. چشم به وقتش سراغ اون اسپنس هم شاید رفتم اگر احساس بکنم که اوکی مثلا میشه با این اسپنس هم یه سری کار رو کرد چشم کاراشو میکنه. اینو که ما روشن کرده بودیم پس معنیش اینه که ما یه منطقه این منطقه یه پشت رو کامل میتونم بگم ما کاراشو انجام دادیم. خب that's okay. خیلی خوب میرسیم به کجا؟ میرسیم به این با یا اول فصل اون دفعه هم این فکر هم منو چیز کرد یه دفعه پرید پایین. برای بار دوم اینجا منو سورپرایز کرد. هایت رو زنده بودیم خیلی خواه من اینجا میخوردش به اون مسیر دوراهیه دیگه که این بود. خب ما اون پشمشتا رو ردیف کردیم. اوکی این یه قسمت داستان که من رو خبر خوبیه. اما ما یکی دوتا قسمت دیگه داریم الان که اینا هم مهمن. یکیش این بره من یکی دو روز هم هستش که ضبط نکردم لوکیشن ها رو ممکنه یه مقدار گیج بزنم توش. فقط خب اینجا هم من یادمه که ما اومدیم و رسیدیم به اون باسه که چیز داشت به اون باسه که از توی گیاه ها می کشیدیمش بیرون. اوکی سلام علیکم. بچه اینم به پیشنهاد شما ستایش کردم دیگه، یعنی چیز فوکس سوم هم گرفتم اون پشتم که رفته بودیم، یعنی الان میتونم بگم که حداقل اون بخبری نیست. آره فوکس سوم هم گرفتم خلاصه یه جاهایی مثلا بتونم سه تا فوکس بکنم یهو بزنم طرف سده باز بلنگ بزنم. اونم بد باشه یارو به یه کلیف اشاره کرد، به یه پرتگاهی اشاره کرد اون میتونه نکته ظریف و مهم میداشته باشه اون پرتگاهه. خیلی خوب به این سمت دینگ 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 همه شون ضربه
را دوست نمی داشتم. لعبت مورد پسندم نه. و خب اینجا هم فکرم همون جایی که درخت آره. خب اوکی. گرفتم چی شد. پس این منطقه هم به این شکل در اومد. خب نه همون جایی بودش که به اون NPCه که سردش داده بود کمک کردیم. یه استپ دو کوستلاینش رو زدیم. خب چون یارو هم گذاشته بود رفته بود. پس یارو اون بر داره میره دنبال جاودانگی. خب تجربه نشون داده که اگر یارو بره دنبال جاودانگی، یعنی کسی این وسط باشه که به دنبال جاودانگی باشه، احتمال زیاد به یه دیوونگی میرسه. و اگر این بخواد دیوونه بشه، پس به احتمال زیاد این یارو داره به یه باس فایت تبدیل میشه. احتمالش کم نیست. خیلی خوب اینجا رو همونجا بگیریم. دارم چک میکنم که چیز بیشتری نمونده باشه. این مرکه اون باس فایته بودش که تو گل و گیاه بود و از تو شیرونم از این درینک ها برداشتیم. خب پس ما این حساب میتونم بگم که این منطقه تا حد زیادی حالت فول کلیر شد. خوبه، راضیم. اگه این اتفاق افتاده باشه که عملا افتاده، میتونیم بگیم که اینجا فول کلیه. خب پس من برمیگردم اینجا رو از اینجا. کمرت نگیره بشه. خب اینجا همون جایی بودش که با چیزا اومدیم دیگه، با حالت گرگ شدیم اومدیم جلو دیگه. روباه بودیم، گرگ بودیم، تو همون حالت اومدیم جلو. این همون لوکیشنه. خب پس اینو الان یه مقدار پروگرس میکنم. ببین تو دیگه خیلی بزمجه ای که خب حالا تو بیا. دوتا هم این بالا هم که این دوتا این رو برد میزنم. اینجا هم اون جایی بودش که من اون یارو اول بیابونیه رو زدم. درست. پس الان میتونم بگم این لوکیشن یه جورایی یه لوکیشن جدیده، چون اون وسط من اون یارو رو زدم. درست. و
یه دونم چست اینجا. خب خوبه، ذهنم داره مرتب میشه. اون روز خسته هم بودم ولی الان ذهنم یه مقداری داره مرتب تر میشه. دارم سعی میکنم محیط رو یه مقداری راحت تر تحلیل کنم و آنالیزش میکنم، هرچه مطمئن نیستم که بتونم، چون واقعا بزرگه، بازی خیلی بزرگه. و چیزی که از حرفاتون من فهمیدم اینه که چپتر 3 و چپتر 4 بزرگترین چپترهای بازی هم. این چپتر 3 یه جور بزرگه، چپتر 4 هم یه جور دیگه بزرگه، ولی 5 کوچیکتره، 6 هم که دیگه اصلا مثل این که دقیقا اون چیزی بوده که خودشون دوست داشتن بسازن، یعنی باس راش میشه قشنگ. حالا بریم جلو ببینیم که چه بعدش بزرگه. سمت راستم یه دشمنی بود. بله درست اینه. خب خب نزدیکی بونفایر ایم که خب این خبر خوبیه. اون ته یه انمی میبینم که احساس میکنم داره باش مهارزه نکردم بود تایپشون قرمزم. چرا من همیشه باید شما یکی یه دونه کتک بخورم حتما. خب یعنی لوت لوتی لوت. خب همه که بریم اون بر یه نگاه این بر. پرگاه تو که زنده ای بابا داداش، دارم میبینم بفن تو دسته بابا که زنده ای ولی تو تحکت اولی هم جاخده من دومی قطعا میخوام بس که خنگم. خب یه راه به این بالا داریم، یه راه به این روبرو داریم. این روبرو میخوره به بونفایر. منتها این یاری که این وسط احساس میکنم که حرفهایی برای زدن داره. به همین دلیل سلام علیکم. زدم بونفایر رو زدم. اوه شد. این ولی قطعا الیت حساب میشه مطمئنم، بخاطر این دم بونفایر نمیتونه چنین چیزی رو بذاره. ندارد. ولی من نمیشینم. فعلا ترجیح میدم اینجا رو خیلی حال میده اینا رو میتره کنی. خیلی حال میده. اومدم یه لحظه بفرم موفق به انجامش شدم. این بر یه اینتراکشنیه که قطعا باستریگر کنه. این از اون باستریگر کنی هست. آره یا نه؟ اوه اول فاس اوه خدا در میاره. اوه اینو برگشته بود یکیتون توی کامنت گفته بود که این جزو کی آیتم هست. آها من الان سه تا از اینا رو برداشتم، یه دونه دیگهش مونده که این چهارتا میشن اون چهارتا کپتن اون یاروه که توی چیز بود، توی زندان بود. چهارمیه رو بردارم میتونم به هم با یارو اینتراکتش رو بزنم. خیلی خوب، پس اینم شد نفر سوم لیست. یه ضربه آخر تاییم. خوب خوب جالب شد.
من بیم بقلم. خب خب با هم که اینجا تک و تنها نشستی و داری حال و حول تو میکنی دیگه. درست اوکی. هلو گورجس. یا بس نهید همینجا یا خب چیز دیگه اینجا ها نظر میزه که نیست به اون شکل بخوام براش خیلی انرژی بذارم. و خیلی به اون شکل نیست. اون یارو هم فکر می کنم چیز حالا خیلی خاصی باشه. خب از این و بریم که فکر کنم این جلوتر دیگه باید یواشاش منتظر یه باسی چیزی باید باشیم. این بالا هم که رفتیم کاراشو انجام دادیم اولا دیگه، این چیز دیگه ای که اینجا نیست. این بخششو ندیدم ولی If you know, you know. خب این که خیلی بوی باس داره میاد این تو. آی دوباره از این بی پدر ها. تو دیگه خب نیاد. خوشحالمون میگردی هچی یا درستش کن. بله آشغالی که از اونجا بلند میشی میایم. دوبار من اینو فریز کردم، این دوبار یه استوچوسکی بود که بیاد اذیتمون کنه. برم میاد آقا من از این گونه انمی برم میاد. من نمیخوام با اینا پلی استایلم نمیخوره به این گونه. تنفر دارم از این گونه جانوری که طراحی کردید. چه خبره این مرکه؟
اون بر قشنگ یه راهه، این برم بخورش یه راهه. خب حالا این هم به کجا میخوره؟ او او چیزی ده این همه کنتایی خود هیچی رسانی نرف ازش. کاش بیشتر اتکتو بخوری. این آیتم لژندری توش چیه؟ اویکن واین ورم نایس. این هم باز واسه پوشن همونه، چیز خوبی بود، چیز بسیار خوبی بود که پیداش کردیم. خب ما اومدیم بالای اون جایی که بودیم و خب این خوبه. دوتایی یه دونه ای؟ دوتا بود فکر کنم. آره دوتا بود، 720 داده. یه دو بشین سر جا. اوکی؟ این بالا الان ما یه مسیر داریم. من دارم مسیر رو دارم سعی میکنم کنترل کنم که چیزی جا نمونه و فعلا که میتونم بگم موفق بودیم توی کنترل مسیرمون. اما دوتا شوخی داری میکنی دیگه. خب یعنی چی الان دوتا دقیقا؟ آره بزن. آره داداش نیست خیلی ضعیفی. آره اصلا حیف نزنی اون اتکات، چون میدی اصلا اینقدرم ضعیفید شما ها. آره در بود کجا رفت فقط بکنم کلن الان ریست چه هلتش و اینجا بیاد. آره هلت ریست شده. دریوری تو رو بخور.
این هم هر دوتاشون دیگه. خیلی خب یا فقط امیدوارم. نه بابا، واسه همین پس این جلو این دوتا جلوش این دوتا داشتن گارد میکردن و یعنی اصلا اوکی عجب چیز خوبی پیدا کردیم. این اپگرید هلثه، اپگرید در واقع استوسه، یعنی از این درینک هایی که میزنیمه. خوب بود، خوب بود، راضی بودم. یعنی افورتی گذاشتیم و گشتیم یه نتیجه ای داد و این خبر خوبیه. خب داداش، خب دیگه دیگه چی؟ ای یا نه دیگه اینا هستش که. خب این سخت میشه، خیلی هم چیزی ندارم، باید دست خالی بیشتر مواظب باش. الو نمیبینم خیلی چه خبره، ولی ایشالله که خیره. کیوریس 3600 تا ویل. کیوریس جدید چی میگه؟ ایشون considerably increases defense, deals damage to surrounding enemies upon taking hits. خب این خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. اگر دشمنم دورم باشن به اون ضربه بزنن دمیج هم میخورن، اینطوری که دارم deals damage to surrounding enemies upon taking hits. این رو میذاریم، این رو میذاریم و این وریار هم یه نگاه بکنیم بتونیم شاید یه چیزای بهتری داشته باشیم. خب این مکس استامینا میداد، استامینا ریکاور ریت میده، این هم چیز خوبیه. ولی خب کریتیکال چانس هم حتی سلایتلی، یعنی حتی 3% خودش 3% هم 3% الان دوباره صداتون در میاد. آمد چی شد؟ بادیه یارو اینجا مونده بود هنو؟ دیدین چه باگه احمقانه اتفاق افتاد؟ انگار مثلا بادی طرف هنه یه مقداری مونه بود، روی بادی طرف داشتم به پرپر میکردم. این میشه شاید میشه
این تایپ انمی رو ولی دوست دارم جدی. با حالا فاز این که نمیبینن و یه سری حرکت رو میزنن. با حالا اینجا خیلی مشکوکه. خب نه اینجا مشکوک نیست، بخاطر اینکه اینجا ما بودیم. این برام بونفایرمونه. آه اون برام بونفایرمونه. ایوه یه چرخه حسابی زدیم ولی میارزید. یاروه رو خیلی بد زدم، خیلی حال داد. این چیزه انصافا این آردو الوم خیلی اوپی شده. این میزنه قشنگ طرف صدا میده. این اتفاق خوبیه به نظرم. خب ما این مسیر رو اومدیم و از توشون آیتم لژندریه رو برداشتیم. اینجا این بود، ولی توی جایی که اومدیم یکی دو تا نکته داشت و اون نکته این بود که این بالا چه خبر بود. ما اینجا رو اومدیم، اینجا نیومدیم. اینجا چه خبره؟ این در واقع همون ادامه همون مسئله است. یه چرخ ریز خورده، دیتور کرده. و این با... آها این داره گارد میکنه از این. این هم بخور که بیفتی زمین یه دقیقه. شاد که دیگه گیرم هم دارش زشته اونده که. این هنوز ببین، الان دقت کردم این یه ایریای رو همینطور داشت چیز میکرد. دقت نکردم اصلا داشت چیل دمیج میکرد. مایند کور راضیم، پوشن هم نداریم تقریبا. ولی ایراد نداره. آپریدار های جای بدی گذاشته بوده اصلا. من میتونستم تو اون مسیر اصلا پیداش نکنم اون آپریدو. اون آپریدو که رفتم دوتا انمی ها رو زدم. حتی هستن همه بازی ها مثلا سوزلکی چنین چیزی رو دارن. این حتی سوزلک نیست، اینو هر بار انام بگم. اشتباه واقعا در جا میفته که اینم یه گیم سوزلک. ولی کلا میگم این گیم های اینطوری یه سری جای مثلا مخفی تو واسه این که مثلا بری و یه حرکتی بزنی. این اون چیز است، جایی که درخت رفته مایت برش. یه جایی که مثلا بری نقاط مخفی باشه با اینا وجود داره. اما یه نکته که هست این تو اوپن ورده این شکلیه و اصلا تو مسیرت هم پیداش نمی کنی به این راحتی. اب نداره. این تیم سازنده بازی اولشه، همین که برای بازی اول این محصول رو ساختن قابل قبول کارشون. محصول اول بزرگی البته دیگه، چون بازی دیگه هم ساخته بودن قبلا. خیلی خب این برم چیزی نیست به نظر. اینجا هم که آیتم رو برش. خب خوبه، یه جورایی محیط رو تونستیم فعلا کنترل کنیم. به بزرگی محیط تونستیم یه جورایی غلبه بکنیم و مسیرمون رو تا حدود زیادی میتونم بگم که تونستیم منیج بکنیم. اما نکته که وجود داره اینه که یه دونه چیز اینجاست، یه دونه به نظرم مثل باس فایت اونجاست اونور و من با اونجا کار دارم. بریم ببینیم اون بر چه خبره، چون به نظرم مثل مسیر اصلیمون هم یه جورایی همین این باشه به نظر میرسه. بزرگی محیط و این چیزاش این شکلی به نظر میاد. چیز قرمز رنگ اون ته هست. مثلا یه بونفایر هم باید این جلومون باید داشته باشه. ما رو
اگه نداشته باشیم برمیگردم. بعد هم مثل که نداشته باشیم. نداریم. چون اگر داشتیم بهمون چیزا نشون میده. این چی بود؟ آه اینو بزنیم تبدیل میشیم. تبدیل میشیم به اون چیزه. به اون فاکسه. خب پس فاکس کوئستلاین مخصوص خودش رو قشنگ داده بود. اوه. اوگایی. استرس میدی چرا؟ تو رو الیت نگرفته پس بازی؟ عجب. شما الیت حساب نمیشین تو این بازی. خوبه. چشمم روشن. بشین رو ببینم. یه ست ها که دیگه فوله که اونطوری میزنی. اینقدر از همون پوشن گرفت. یکی دو تا راحت بکن از همون پوشن بود. ببینیم چه خبره. عجب غریبیه این لوکیشنه. گاه سیل شده اینجا. بسته است قشن. بوی باس میاد بعد. بوی باس نمیاد. رسما باس میاد. حالا شما خوبه؟ کپتن کالپا ویو. خدا آقای کالپا کجا؟ آه ایشون هست؟ یا اول فرد لباس. سلام علیکم آقای کالپا. انشالله که همه چیز به وقت مراد باشه. دست یه دور از این ضربات هم به کام بزنم. خیلی مشکوک که بیدنی های کالپا شما باید هم دو فیزی خواهی بود. نه نه انقدر راحت شما دمیج نمی کاری با مانه باز فایتی که ایفنس میکنه به نظر شما قطعا. نه مرد کالپا جون. مرد کالپا. ترکید. ماین کارم داد. تیکه شارم این بود. کپتن
کپتن چهارم ایشون بود. خب پس الان ما میتونیم بریم زندان و کار رو در بیاریم. بگیم داداش هر چهار تا کاپیتاناتو ما جی جی کردیم رسما. یعنی این یه کاپتان وایز وایس که توی اون زندانه زدیمش، کالپا ویو، وید ایلوژن و لوتوس ویژن، این برای اون چهار تا کاپیتان است. خب اوکی، چقدر ولی راحت مرد یا راحت بود، اینو میگین توی کامنت ها، یا چون بعید میدونم، من واقعا خوب بازی نمی کنم، اینو میدونم که خوب بازی نمی کنم، ولی اینکه واقعا قرار بود انقدرم راحت بمیرم برای من نمیدونم. ببینیم این تو اگر یه بانفایر چیزی باشه خیلی خوب میشه. بعد بریم بشینیم، بوی بانفایر که میادش این تو لوکه جدید نو ثاندر کلاپ تمپل. گفتم بوی چیز میاد این بره. آره دهنتون سیبیس چقدر واقعا خوشگل تر کرد، محیطاش واقعا خوشگله گیم. خب پاشیم بریم اون و بریم دارش، شما چهار تا کاپیتان خواسته بودی دیگه، بیا چهار تا کاپیتان بندازیم جلوش. این جمله که درست نیست ولی خب متوجه میشین در برای چی دارم صحبت میکنم. تو رو خدا فقط محیطای بزرگ این شکلی دیگه نده، حداقل تو این چپتر دیگه نده، همش برفه اینجا نمیشه دید. یه نکته هم بچه ها برگشته بودید گفته بودید توی کامنت ها که اونم نکته جالبی بود، گفته بودید که اینا رو اگر با ضربات مثلثی که قشنگ نگه دارم بعد تعبیه در بزنم میتونم اینا رو پرتشون بکنم پایین. خب یارو بعد این تو رو باید باشه، این تو بود. آره Thank you for bringing them back. Yes. The suffering has ended. چطوره جان؟ I left home young. I too saw myself as destined. But look at me. زمانی که منم خونم رو ترک کردم منم فکر میکردم که من از دیدم که سر حالت دستیند وانم، یعنی که سرنوشت براش مقدر شده. I don't need it anymore. این چیه؟ میتونم برم بخونم. متریال ساخت وپن داد فکر میکنم، نه استایلش خیلی متریال وپنه. آره وپن کرافتینگه. آخ جون Who are you? I heard the great sage is dead. But what's the difference between life and death? For we live in such a troubled age. یه شنیدم سیج بزرگ مرده. خب ادامه دیالوگی شد. خب دیالوگی تکراری بود. خب حالا ببینیم که این وپنی که داده به ما چیکار میکنه که من کریتیکال چانس همون رو بین ببرم. نه ولی اگر ببینم واقعا یه سری چیزا رو داره عوض میکنه قاعد اوه چیز جدیده. خب 6% از چیز میندازه از کریتیکالمون و 5% میندازه روی اتکمون، اما یونیک
افکتش چیه؟ انتگرش بیه is into light light alchemy and increase damage by trust stance move. خب من trust stance رو که استفاده هنوز نکردم، پس فعلا دست نمیزنم به ترکیب برندهی که دارم. این هم که هنوز نمیدونیم، به جز کون استیلی که هنوز نداریم و اون آیتمه چه چیزی رو اضافه میخواد بکنه به ما. این کریتیکالمون رو میندازه ولی 38 روی اتکمون سوار میکنه که چیز باحالیه. خب پاشیم بریم به جاهای هیجان انگیزتر. ببینم این تمپل، نه این که نه، این تمپل انترنس. بریم اینجا ببینیم اینجا چه خبره. دلم سخون کپتنه خیلی با اباحت بلند شد، کج شد زیرمون. این جمله هم جمله درستی نبود ولی ایشالله که متوجه منظورم شدیم. نمیری دیگه چی؟ دو نفره اینه که خوب نیست. میتونیم یه جوری بزنیم که صدا هویج بده. تربیت اینا هم تا نزنه یه جوری بلند نمیشن. آمدن خوش بلند شده. نه یکی که بیشتر، یکی دوتایی هستن از داخل اینه. سه نه اینجا هم دوباره بازیم. نه بکرم که همون چاهای چپتر دوه. این چرا اینقدر سرعت زیاد بود؟ چی داری؟ Not avoidness. این هم برای چیز بود یادمه، جز این متریال های این شکلی بود واسه spirit cultivation. ایوه واسه اینکه spirit همونو بخواییم level up بکنیم. blood of the iron bull هم داد که این هم برای level up spirit. نمیری
این ضربه بیادم اینجا. خب این ته چه خبره؟ خب یون از شما هاست دیگه. نامو ترزم ببینم. اینو بیشتر توی چیز میمونن، توی این حالت میمونن. هم جالبه چجوری نه توی ایموبلایز بیشتر میمونن مانند. مشکل این چیزه یه جوره شبیه همون لاک پشت هست که داشت اون زنگر رو کری میکردش توی چیز، یه جوره اصلا همون بود. یا حداقل خیلی شبیهش بود. خب اون هرچی داریم آقایی که اینجا اینطوریه. صافت آخه اومدی اصلا منو سورپرایز اتک کنی، اینو فعلا بگی. هویش فرنگی این انمیه یه رفتتون برام رو انمی میشه شما. این که میگم دستتون برام رو شده به خاطر این وقتی میخواییم بریم مثلا یه دونه آیتم برداریم، معمولا تو هر زاویه که باشه تو همون زاویه آیتم رو برمیداره، ولی وقتی خودشو میخواد فیکس کنه که یه آیتم برداره، یعنی این که اون از این میمیکاست. این میشه یه مسیر. من میگم این مسیر فعلا بریم اون سمت راستمون رو کامل ترتمیز ایجادش رو بکنیم. اوه 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 باز شدن اینا دیگه، گیر بدبخ شدن. آقا این مونده بود که دیگه شماها بشید باز. بازش دهی کردی لعنت بهت ابنهر، بد میزنم اینا، خیلی بد میزنم. ای بی اختی. حالا یه نکته ببین، ما الان این مسئول این همه اومدیم جلو و این کار رو کردیم دیگه، درسته؟ حالا اگر من بیام و از این استفاده بکنم، تبدیلشم به ایشون، چون میدونم که وقتی اینطوری میشه اینا کاریمون ندارم. اگه تو این حالت بیام و خودم رو برسونم اونجا، قرصان اتفاق نهات بیافتادی. من یه گرگ ریگولی هم که با هیچ کسی کاری نرم، بچه خوب و مهربونی هم، با من کاری نداشته باشید. P.S. Love You. آه.
خیلی خوب. هم میگم آخ، همونو میگم بیر جلو، همونو میگم حالا بزنی جرش بدین. حالا چقدر دمیج میزنی تو؟ میدونی اونها چون چقدر داره میزنه؟ اشتباه زدم، خوش برد. ببین چه جوری داره یخم میکنه. بابا نه دیگه، فرق میکنه فقط چیزش. چی شد؟ وابیلیتی دا Idling on in light of day by night remorse come out to play transforms into monk from the sea wind strikes the blizzard grace and launching attacks that inflicts frost bane. اوکی، در واقع این دمیج فراستی که در واقع میگه، من اشتباه میگفتم پس چیل، این فراستو خب نکته که وجود داره اینه که این عملا چیزه، این چی میگن بهش، ترانسفورمیشن جدیدمونه این، که خب این خیلی خوبه چنین ترانسفورمیشنی داریم. اون هم تایپ انمی جدیده. خب الان اونا چجوری دیگه میزنن، ولی بوی خوبی که در نمیاد ازشون. بعد مورد میکردم ای؟ بکنم اینا خیلی بد بزنم. این شبیه اون یارویی که دستش بسته بود فایت میکنن اینا، قشنگ کلاسیک مانکن. اینا خوبه، اینا قشنگ خوبه چیزشون، مبارزهشون یا اول فصل 3-4 توان اینا. چقدر فایتشون جالبه این. ای
شوید فایت استایلشون خیلی خوشم یعنی چون تعریف از این مانکای کلاسیک چیزن. بازشون رو گرفتم حالا. تو اسپم وقتی میرم یو دمجه بد میخورم. اشتباه میکنی امید. جمع جو کردنی همونو که تو اینجا انجام دادیم، کارامون انجام دادیم، دیمی یواشاش بیم سمت وسط محیط. اینجا نهیدم کی زد. او دیدم ات. کسافت. چرا داری در رو کل اپهود داما هیچم آیتم ندارم الان و از هم اصلا خوب نیست ولی ایراد نداره، حداقل میدونیم که محیط راست رو کامل زدیم. بس من الان به گوز بندم یه رو بخورم میگه تمام. اون باسه اون بسر قطعا اون باسه. خیلی خوب بریم آقا، بریم بشینیم دوباره بیاییم. خب ما راست رو فول کلیر کردیم، چپم به نظرم یه فول بریم بعد بیایم از وسط کارو ردیف کنیم. خب ما این ور پس میتونم بگم تمومه فعلا. مسیر روبرو الان برای ما میتونه مهم باشه. اون تا قبلش بیاید کمک بزنید بزنید. اینقدر مجنون بدم میاد که این شکلی یعنی زدم شما این چقدر دیگه میتونه میتونن بد باشن اینا. از اصلا خون باس فایت هم شده بوده شکل. آه راستی یه نکته ای، من چیزم میتونم انجام بدم، ترانسفورمیشن دارم که میتونم انجام بدم. اینم نکته ظریفیه. من که من چرا اون آیتم رو گوش ندیدم. چی برایم داری؟
جام که هیچی. پس سمت چپ خیلی الان قرار نیست خبری باشه، بیشتر راست شلوغ بود، چون چپ به نظر میرسه دیگه همین بود، چیز بیشتری به نظر نمیرسه که باشه. خیلی خب، اگه اینطوری باشه که منطق میگه چی؟ منطق میگه که داداش پاشو بیا برو این تو و بریم سمت اون برا، یعنی قشنگ وسط و مسیر رو بگیریم و بریم. منتها یه کار خیلی خوبی که میتونیم انجام بدیم اینه که دشمنه اینجا رو اصلا بزنیمشون، بعد که کلیر کردیم حالا این وسط یه سری چیزا مهماتمون کم اومد و نمیدونم چی شد و چی یک شد و فلان و اینا، اون موقع فازو اصلا عوض کنیم، بریم سمت اینکه گل بشیم و اینا رو کلا اسکیپ کنیم. بخوام منطقی ترین اتفاقی باشه که بتونه بیفته اینجا. هر کدوم اینا هم یه نفر نشسته. چقدر بامزه، یکیشون که شکسته، ببین روی این ستا رو من کشتادم، اون یکی که شکسته جلوش دیگه کسی نیست. این دیگه نشون میده که سعی نکن رندوم چیزی بزن، ببینی اینی که جلوش بوده خودش مرده. من اینو دوست داشتم این حرکتشون. خب بیان از این مانکاس اینجا چه رندومی هم خواستی بود. باید ضربش گرفت. اینم 460 XP. داداش هیل اوه این دوست نشم اون اتاکم همون لحظه بگیره بود. کار کنه اون لحظه ولی خوب کار کرد اتکه. خب حالا مثلا خب من یه مقداری از ماناهام هم خرد شد و فلان و اینه. حالا مثلا اینطوری هم که اگه مثلا دوباره بخوایم مسیره رو بیام تا برسم اون باس فایتی که اون وسط بود دیگه، میشم اون چیزه دیگه، میشم اون گرگه و خواست گرگه رو میگیرم. این دیگه قشنگ کریت رو خورد. خب ولی یه سوالی، چرا خب چه این لوکیشنی الان مثلا وجود داشت که چی بشه؟
واقعا هیچی عملا نداشتش دوش. چرا اینجا اصلا ساخته شده؟ دستشون رو سر یه سری چیزا خیلی متوجه نمیشم که چرا این کار رو میکنن. It's the eyes that see, make your power leak. این اصلا این داره کریتیکال نخور. ایشون رو هم یه ردیف کرد. خب این بر دیگه آیتم کنکله یا بلفز دوتا این بر دوتا اون بر خب محفظ مبارزه دارم با اینا، نمیخوام لاشون رد شم. چقدر ممکن اینجا اصلا اینجا این لوکیشن خیلی خوشم اومده، بخاطر اینکه میدونین یه مقداری فاز اصلا لگسی دانجنای الدن رینگی گرفت، میدونین قشنگ میفهمی محیط خطی تره جمع تره، میفهمی چه خبره، حداقل مپتو میتونی کنترل کنی، کاملا کنترل میتونی بکنیش. دیدم بابا آروم باش حالا تو هم. اینو قشنگ زدم خدایش، اینو خدایش قشنگ زدم، بیایید و بپذیرید. زیبا دارم بازی میکنم. اگر بگید نه ناراحت رو واقعا قشن دارم بازی میکنم، بیایید قبول کنید. زیبایی در مبارزات من علکی. نه از این. خب اون برای الیته. اوه همون یارو هست که باید چیزش بکنیم بعد بزنیمش. اما این بر هم مسیره، این بر هم مسیر خوب هم مسیره. خب خب این همه اینجا
آتش بزنیم. پنترا رو بزنم مزاهم نشن. چطور خودت اون نقطت میخاره و اجازه نمیدی که من درست باهات برخورد کنم. دو تا بیا بالا. چکرم. خب من از شما ها که کتک نمی خورم که فایت استایل اینا هم قشن پیدا که هرم این مانکارو هلتشون زیاده ولی سخت نیستن. فقط هلت داره. چرا اینجای گیره؟ میبینی؟ این؟ چی شو؟ الو؟ هیچی من گیر دارم میخوام. شالله که خیره. خب 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 ای رب آخرم رو دارید میخورد دارید دمج ساده ای رو دریافت کردیم. خب بالا رو هم داریم ترتمیز میکنیم که خیال ما این بالا هم راحت شه. خب من اون پایین رو تمیز کردم و اینجا هم که برمیگردیم نقطه اول داستان دیگه درسته. دقیقا. خیلی خب این بخشش هم که تمیز شد هیلی هم این بغل بزنیم تا میتونیم. خب یه نکته ای که هستش اینه که الان ما یه راه به راست داریم یه راه اون راه مرکزی است. اون راسته رو ببینم به کجا میرسه، مثلا به جای خاصی قرار هست برسه یا نه. کماکان محیط های خوشگل بازی. قط اسپم چرا میکنی آقای محترم؟
5 تا هم اینجا الان داریم. بشین یه قدر. ایشت نه. خب آها، این الان فهمیدم، این الان یه باباییه، اون وری هم یه بابای دیگه است. یعنی در واقع ما الان دو تا از این باباهای جالب داریم. خب خب خب، در واقع این جایی که الان ما اومدیم، اینی که الان داریم میبینیم، همون یارو است که به محض اینکه دیدیمش فست ترافل کردیم، این اونه. پس احتمال داره که این باس نباشه. چرا؟ چون یه دونه ازش این ور هست که مثلا مثل این یکی الیت مابه، یعنی از اینا هست چند تایی. اگه چند تایی ازشون باشه، پس احتمال اینکه بخوان الیت ماب باشن، حداقل اون سفیدی کوچولو، مادیه یک کوچولو شاید کمتر باشه، نمیدونم. حالا باید ببینیم چجوری. شما دوتا با هم دیگه راه میرین. قشنگیاتون باشه. خب نمازین، این لوکیشن واقعا دوست داشتم تا الان، برعکس اوپن ورد چپتر 3. بعضم این بخش توی تمپلش فوق‌العاده بوده تا الان. مایند کور. آها این کریتیکال خورد، دوخی میکنه الان یارو اونجاست دیگه. الان اینکه اون یارو اونجاست الان شوخی عملا دیگه. بیا و بگو که شوخیه. چقدر آشغاله. بعد یه اتکش کانکت بشه رفتی. خیلی اینو بدم میاد، خیلی هم قوی هم. ولی میارزید به چنین چیزی، به جایزش میارزید. کیوریوس بعدی که چیکار میکنه؟ شاک رزیست میده. خب الان من پیشنهادی که دارم اینه که ما کل این مسیری که اومدیم گرگ بشیم،
و بیایم دیگه، یعنی این مسیر رو تمامش رو حالت گرگ بیایم جلو، همه اینا رو رد کنیم برسیم به چیزه اون حالا یارو که حالا بگیم الیت حالا هست باسه چی هر چیزی که هست، برسیم به اون، چون منطقش اینو میگه. فقط من مطمئن بشم از مسیری که اومدیم. اوکی اولا همینه دیگه. خیلی چون حالا هیچی ندارم، هم مانام تقریبا پایینه، هم پوشن هیچی ندارم، اصلا یه وضعیت کثافتی هم ایرج. خب گیگیلو میشیم، در حالت گیگیلو مسیر رو طی میکنیم. وقتی گیگیلو میشیم کسی کاریمون نداره. یارو کارمون داشت کارمون نداشته باشی مردچی نیست. من که بچه خوبی هم اینو میفهمن. تبدیل نشدن بیان کمک. اینم بگی حالا پس این باس نبود شوالی متعالی. و اینکه بیا بقل امو لادا وایران بول و طبیعتاً سامن خودش. خیلی اسپریت این رو هم پس زدیم تو رک. بریم اون یکیه رو هم به نظرم بکشیم. حتی میتونیم اون رو نکشیم، به جاش بریم این سمت چپ اینجا رو هم یه نگاه بندازیم دیگه، چون ما این بار اصلا ندیدیم هنوز. قبل اینکه ببین الان مثلا این چست اینجا میتونست میس بشه به همین راحتی. جالبه من اون دوپلیکیشن هم چیز شدن رفتن تو کولدان ولی استفاده نشد، یعنی چیزشون استفاده نشدش اصلا، ابیلیتیشون یوز نشد. آی کی زد؟ برم خری زد؟ کی داره میزنه؟ نمیبینمش. الان داره خراب میکنه یا رو نمیبینمش. هرکی هست یه جو تریگر شده و من بزنم بشن اینو بزنم تو گوش هم شاید پیداش بکنم. اونم از اوناست اون ته. خب ولی این کو چه داره به سمت اون آیتم میزنه؟ من نمیبینمش.
چی که من نمیبینمت؟ نمیدیدمش اصلا یارو رو. بستر طورم من بزنمت. بعید نم این بوده باشه چون اصلا انگیج هم نبود. فایت استایله نه الان دیگه تو دستمه. خب اینجا خودش الان یکی دو تا راه میشه. اینجا که خودش یه راهه. نذاشتن یارو رو چون تو توی جای خوبی نمیتونی اصلا یه جوری بزنیش. یه جوریه خیلی لوکیشن این فایتش رو سنشم. شما حال بودین؟ شما ها بودید پس اونطوری میزدید من از اون بر آشغالا. خب یکی دوتا مسیر داریم. حالا این کجا میره؟ به این که الان ازش اومدیم بیرون دیگه، راست میگم؟ خب الان این یه مسیره. این الان این بعد یه مسیره، اون برم یه مسیره. این الان خودش یه جای کاملا جداه. تمپل پروپیمونی شد. مسیرش دوباره داره یه مقدار از کنترل خارج میشه، یه مقدار. چرا؟ دمج بعدی رو من خوردم بدونش دلیلی. Thank you.
بذارین. خیلی خب اینجا فقط یه دونه از این ایولی سبزا بود. اگر الان چی دارم میگم، اگر الان بیاییم بالا این برای خودش میشه یه داستان. به شدت احساس میکنم اینجا به کوئستلاین چیز مرتبطه، به کوئستلاین اون گرگه. نمیدونم چرا ولی احساس میکنم که به گرگه وصلیم یه جورایی تو این کوست، یعنی تو این لوکیشن به گرگه وصل میشیم. خب این و برای خودش باز یه مسیره، اون تو هم یه مسیره. میام فعلا این و خدا کنی چیزی نیست نکنم. اینا خیلی موجود سریع نیستن که بخوان اذیت کنن. سیده های می آید خودش اونجا اذیت می کردی. اینو بگی ببینم. یک که منو پرت کردی پایین داره. خب نیستم که خبری هست یا نه. چهار صد پونصد تا اکسپیریس عالی به نظرم. این قشنگ اکسپی میدن. خب این بر چه خبره؟ این بر باس فایته. این باس فایته نبود؟ Amidst the mortal world, are unswayed by evil.
each other. The eyes are lured by sight, ears by sound, nose by odor, and tongue by taste. Every sense is ensnared by content, yet the mind... شما همون چیزی رو فکر میکنم من فکر میکنم؟ All six, tied to its kind, amidst the mortal world, are unswayed by each other. مطمئنم تو باس فایتی. و مطمئنم. دیدی گفتم؟ دیدی گفتم؟ گایز بریزید سرش. طبیعه چجوری تو اینقدر جا به جا میشی؟ ولی از این حرکتش متنفر بودم که تا میخواستن سامنه من میخواستم بزنش این سری جا به جا میکرد خودشو. خب لوکیشن تو من حفظم الان. اوه عجب بی پدری بود. خیلی بی پدر بود. خیلی بی پدر بود. آشغال عوضی. آیا یه سوال اینجا بونفایر چیزی نیست؟ هم جالبه بونفایر اینجا نمیبینم فعلا. یه باید ببینم و الان فعلا ایده نرم چه خبره. باورم نمیشه اینو دوچ کرد این حرکت رو. خیلی تو حرومزاده ای. ببین این اتک رو جا خالی داره میده. ای
ای جونم، ای جونم، این اتکم عاشقشم. خوب زدیمش فعلا. باز دوباره این رو زد. واسه سختی بود ولی چسبید، ولی عجیبم چسبید. آه بزر خیلی حال داد. یعنی این هرچی اپیزود قبل اذیت بودم سر اوپن ورد بازی و فالاینا، این اپیزود سر این باسه به خصوص خیلی حال داد. حالا یه نکته ایه، حالا اگه من برم جایی که اون گورگر و کوستلاینش رو انجام دادیم، به نظرتون این جایزه مویزه میده؟ قاقالیلی میده به هم به نظرتون؟ یا نه؟ ماما همراه باشید. خب که نه سر اینجا ببینیم که به من قاقالیلی میده یا نه. پس کسی که در واقع صاحب اینو کشته بود، ما زدیم و کاراشو کردیم. جایزه داری؟ آره. Mortals and Yaoguais walk different paths, but it's after seeing him again that I understood those who fear Yaoguais are fouler than what they fear. Curious that Snow Fox Brush که چی کار میکنه Snow Fox Brush؟ Moderately increases the duration of transformation. این مقدار ترانسفورمیشن تا حد متوسطی میاره بالاتر. خب راضیم. خب اینا رو هم یه نگاه بندازیم. یه اون چیزی که ایارو گرفتیم برای ما تا استامین ها ون بین هیت، وقتی کتک بخوریم استامین ها یه مقداری میاره بالا. اوکی تو چی کار میکردی؟ این از این چیزها میکاره. و اتک پاور میده بهمونین و مانا هم میاره بالاتر. این چی کار میکنه؟ این توی تمام جهتهایی که داره جهتهای پاشور میکنه، آتیش میزنه، برن رزیست هم داره زمانی که بخوایم اکویپش بکنیم. بالا برید پایین بیاید، اینو من از همه بیشتر دوست دارم. این خیلی خوبه، یعنی عجیب هستمش اینو. خیلی خوب، ایوه میتونم بگم که یک بخش مفیدی رو از بازی رفتیم جلو. یه نگاهی هم بندازم ببینم که چند تا چیز داریم الان، چند تا از اینا ماینکور 8 داریم، ولی ازا فعلا بشن 15-16 تا بعد بریم. اعلان ردیفم و از ردیفی خودم خوشحالم. خوبه، پس تو این اپیزود
دو تا باس مهم زدیم و یکی دو تا سایت کوست داریم، یعنی سایت کوست مربوط به اون یارو چیزه رو زدیم که تو زندان بود و زدیم، چهار تا کاپیتانش رو ردیف کردیم، سایت کوست این ولفر هم زدیم و فکر کنم ردیف باشد برای این اپیزود. بریم برای جنبندی و اپیزود دهم رو ببندیم. با من همراه باشید. خیلی خب بچه‌ها، مرسی از اینکه با من همراه بودین توی این اپیزود. کارهای باحالی کردیم، اتفاقای خوبی افتاد، خوشحالم از اینکه این اپیزود رو به این شکل بردیمش جلو. دمتون مثل همیشه گرم از اینکه با من همراه بودین. احساس میکنم دارم بهتر بازی میکنم. خوشحال میشم که شما اینو به من بگید در طول واکترو‌ها. به نظرم مثل امروز دوتا هم تروفی زدیم، تروفی کراپتد کپتنز رو زدیم و لاست اند داست که فکر میکنم مربوط باشه به همین یاروی که الان زدیمش، فکر میکنم، مطمئن نیستم. در صورت دمتون خیلی گرمه، مرسی از اینکه با من همراه بودین، واقعا دوستتون دارم، از حمایتاتون خیلی خیلی ممنونم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت بذارید، چنل رو هم سابسکرایب داشته باشید که هر ویدیویی که اومدهش براتون بتونید نوتیفای بشین و مطلع بشید و بتونید بیاید ویدیو رو ببینید. زنگوله رو هم طبیعتاً بزنید، اتفاق میفته. و علاوه بر اینها یک نکته دیگه هم که هستش، اینو همیشه گفتم که هیچ وقتم اجباری نیست، اگر دوست داشتید از طریق درگاه ریمیت من که توی دیسکریپشن ویدیو گذاشته شده میتونید از من حمایت بکنید. دمتون خیلی گرمه، مراقب خودتون باشین. اپیزود 11 میبینمتون فردا، فعلا خدافظ.